بسم الله الرحمن الرحیم. در درس هشتم انتگرال ها ما می رسیم به انتگرال های معین. در هفت درس ما نامعین ها را تشریح کردم، دانه دانه مثال دادم و مسائل مهم و سخت و آسان تمامش را نشانی کردیم، دربارش صحبت کردیم. و به خاطر که عجیب و درس ها را یاد بگیری، باید انتگرال نامعین مکمل یاد گرفته باشی که معین یاد گرفته بتانی. و من ایسا اولین عنوان خود میریم مجموعی ریمان کار میکنیم یا ریمان سم، که این ما را کمک میکنه که مفهوم انتگرال معین درک بکنیم. خیلی بدین و اقضای کردن میریم به ثبوت زو میپردازیم. اگر ما خودت بخوایم مساحت از نیمی شکل که نیمجه میبینی را پیدا بکنیم، ما بر تو مساحت از زیر بختر پیدا بکنم اندازه زل از قسمت میدم. فرض بکن که این قسمت اندازش 4 واحد است و این قسمتش اندازش 2 واحد است. تو اتومات بر من میگی که بختر پیدا کردن مساحت زی، من چی میکنم؟ اینی می طول ضرب عرض میکنم زیز، یا ال ضرب در بیو میکنیم. فرض مثال خب مساحتش چطور پیدا میشه؟ 4 ضرب در 2 میکنیم که 4 ضرب در 2 8 اونمو واحد مربع میشه یا یونت مربع میشه، باید چون واحد سطح است. بختری که نمی سطح از اینمی را پیدا بکنیم، ما طول ضرب عرض کردم. همین رقم اگر ما یک دایره می داشتیم نیم، شاید دایره آر می بود، بختر پیدا کردن مساحت از این از فرمول پای آر مربع استفاده می کردیم بختر مساحتش. و غیره اشکال مختلف هندسی، یا فرض مثال مثلث 1/2 اینی ارتفاعش که اچ بود و قاعدهش که بی بود، ما می گرفتیم 1/2 اچ ضرب بی می کردم، در نتیجه مساحت از این مثلث پیدا می شد. حال شما یک حالت دیگر فرض بکنین، که اگر یک حالت باشه که فرض مثال به این شکل یک تابع باشه، فرض مثال y مساوی به x مربع و این سونم یک شاخه داشته باشه، این سونم ما بخوایم از این نمی تابع را که یک شاخه مثلا سمت راستش است، این قسمت یک ساحه داره از A تا به B، ما می خواهیم اینی قسمت همین مساحتی که در تحت ازی قرار میره اینی قسمت پیدا بکنم. همی است که این خوشکل منظم نیست، که نی مثلا ما بگویم که طول ضرب عرض میکنم، این در حقیقت اگر ما کم دقیق رسمش بکنیم به اینی شکل است که طول ضرب عرض میکنم، یا مثلا 1/2 ارتفاع ضرب قاعده میگیرم بخاطر چون این مثلث نیست. اگر مثلث باشه خواهیم تو شکلش می باشه و همچنین مستطیل هم نیست. اموز که اینجا من مجبور میشم ایره به شکلای منظم تبدیل بکنم، یک دانه مستطیل، دو دانه مستطیل، سه دانه مستطیل. این مستطیل ها را از ایرا مساحتش پیدا کنم، از دیگر هم، از ای آخری را، در نتیجه مساحت مثلث اوله، امی مستطیل اوله جمع دوم جمع سوم بکنم که مساحت عمومی از این قسمت پیدا شه. ولی خو اینا دقیق نمی باشه چون این قسمت هیچ نگرفتی، این قسمت خالی مانده، این قسمت خالی مانده. به خاطر حل همین مشکل انتگرال های معین به وجود آمد. به خاطر درک بهتر من یک رسم منظم اینجا کشیدم، یک گراف منظم اینجا تشکیل دادم. گوش کو، اینی قسمت که 0 است، اینی قسمت 4 است، اینی تابع رام که اینجا میبینی این تابع y مساوی به x مربع است. من میخوایم مساحتی که دینی زیر ازی تشکیل میشه اینی ساحه را از اینمی 0 شروع تا به 4 اینمی ناحیه را من مساحتش مکمل پیدا بکنم. خب مساحت زیره که من مکمل پیدا بکنم، من ناچار استم یا بگویم مجبور استم که ایره شکل منظم خونه است، من به حصه های مساویانه تقسیم بکنم و هر کدام من مساحتش بگیرم داخل جمع بکنم. از او خاطر خیمه چی میکنم؟ ای بار از سمت چپ میخوایم شروع بکنم، از سمت چپ به سمت راست میخوایم برم، ایره به حصه های مساویانه تقسیم میکنم. اینی یک ایسه بالا میرم، دیگه که تکر کردم باز میرم یک کم پیش، باز بالا میرم که تکر کردم باز میرم یک کم پیش، باز که به سیره ایستم باز بالا میرم تکر کردم یک کم میرم پیش، در نهایت ایره به اینطور اشکال ما تقسیم کردم. بیاین اینی مستطیل هایی که اینجا من منظم رسم کردیم همیار ما استفاده بکنم. خیلی در جای اون اولیش من میرم اینی را میمانم بخاطر شکل منظم شد، در جای از دومش اینی را میرم میمانم و در جای آخریش هم اینی آخری را میرم میمانم. خب حالا خطای اضافه خودم را پس پاک میکنم. خب از سمت چپ به سمت راست رفتم، این ما ایره به شکل های منظم هندسی تبدیل کردم. خب این حال بخاطر که من مساحت زنیمی زیر زمین منحنی را پیدا بکنم، ما میرم چی میکنم؟ هر شکل مساحتش پیدا میکنم داخل جمع میکنم. چون از سمت چپ تقسیم بندی کردیم، از سمت چپ قیمت گذاری هم میکنیم. اینی قسمت که از اینی جا یک ماست که ایچ ارتفاع نداره،
این دیگه دوی ماست، این دیگه سه ماست و این دیگه چهار ماست. اینی قسمت که تو میبینی اینی جره من نامش بی میگم، اینی می ساحه که پایان میشه و اینی قسمت که تو پایان شده اینی جره من نامش ای میگم. اینی می جه که نامش ای است، ای اکس یک است، اینی دیگه اکس دوست، اینی دیگه اکس سه است، اینی دیگه اکس چهار است و خود اینی می بیام چیست اکس پنج است. کلگی می فهمه که اکس یک صفر است، دو یک است، سه دوست، قیمتش اکس چهار هم به می ترتیب پیش میره. خب حالا بخاطر که من مساحت های زیاره پیدا بکنم، من میایم از این قسمت از شروع میکنم یکی از مستطیل ها رو برد مثال میتونم. اگه این مستطیل سه را بخوایم پیدا بکنم، اینی قسمت ما ارتفاع زیر کار دارم، نه ارتفاع زیر میره که ما کار دارم، ارتفاع زیر چطور تعیین میکنم؟ کدیم خودم تابع تعیین میکنم، نه ما چی میگم؟ میگم که اینی می تابع اکس سه اگر قیمت بگیره اینی می ارتفاع را بر من میتنه. خیلی من نشته میکنم اف از اکس سه ضرب چی شوه؟ اینی می ارزش شوه. ارزش چی است؟ x 4 منفی x 6 x 4 منفی x 6 به می ترتیب اگر از x از شکل 1 بخوایم 2 1 بخوایم پیدا بکنم او رو چطور نوشته میکنم؟ عین کاری که دیجه کردیم در مجام میکنیم. ما میگیرم نوشته میکنم f x 2 از دوره که پیدا بکنم اینی عرض زیره ما میخوایم پیدا بکنم x 3 منفی x 2 میکنم. اگر از 1 پیدا بکنم f x 1 و ای دیگر هم x 1 x 2 منفی x 1 میکنیم که اینی عرضش پیدا بکنیم. سیست ما باز هم اینی قسمت تقسیمات میکنم اینی جا اینی جا اینی جا سیست اینی شکل 1 2 3 4 ما به 4 حصه ای را تقسیم کردیم. سیست سی تعداد اونمو تقسیمات ما به 4 حصه است، میتونه یکان تا 10 حصه هم تقسیم کنه. فعلا به خاطر سادگی ما سم به 4 حصه تقسیم کردم. خب و همچنان آخریش هم میریم پیدا میکنیم f x 4 به خاطر که اینی مستطیل است، نه ارتفاعش چی میکنم که f x اونمو 1 و 2 و 3 و 4 تعیین میکنم و این دیگه اینی قسمت اگر x 5 باشه اینی قسمت هم x 4 باشه فاصله شه وقتی که ما پیدا بکنم x 5 منفی x 4 میکنم کنم فاصله ایش با من بدست بیا. خیلی اینجا x 5 منفی شه از x 4 در نهایت خیلی ما کل دیمی اشکال دارم به این شکل. ایره که ما کمک ساده سازی بکنم ما اتونم نشته کده میتونم که تمام از اینی قسمت ها را ما دلتا x بگویم، این را هم دلتا x بگویم، ای دیگر و دو دیگه آخر هم دلتا x. در نهایت ما اتی یک چیز خواد داشتم که امی مساحت مجموعی یا a مجموعی مساوی است به از سمت چپ گرفتیم l نشته میکنم a lift. خی f از x یک ضرب دلتا x جمع f x دو دلتا x f x c دلتا x جمع f x 4 از دلتا x. خب حالا کل زیاره اینه به دست آوردیم. حالا چی میکنم؟ متوجه اگر شده باشی اینمی خود 4 دانه است، اگه نمی من به 10 حصه تقسیم میکنم 10 دانه از نمی میبود. سعیست خیلی ایره میتونی نظر به مو فرمول اترام نشته بکنی که AL مساوی است به مجموعه از f x i از دلتا از x که i میتونه از یک شروع شه الا n دانه هر قدر که هست اترام میتونی نشتش کنی سیست چون مجموعه شه سیست مشکل نیست. خب آل خی ما میرم چی میکنم اونمو قیمت ها رو بزست میارم سیست. خب اینال ما دلتا x خوده کل گپای خوده آل دارم میرم قیمت میگذارم از اینجا ما پس ادامه میتونم بیا یک دلتا x بین کل از مشترک بی دلتا x که مشترک بگیرم f x 1 f x 2 f x 3 و f x 4. حالا دلتا x ها قیمتش از کجا پیدا بکنم؟ از 3 که 2 بره میمانه 1، از 4 که 3 بره بازم میمانه 1. پلو در پلو یکی دیگه هستن. یا اگه اتر نمیفهمیدی برای دلتا x اینی جا یک دونه فرمولک هست که میگه دلتا x مساویت به b منفی a بر n. خب از ما بیمه x 5 است که قیمتش 4 است،
منفی ای مام قیمتش چی است؟ صفر است. بر این مام به چهار حصه تصمیم گرفتیم تقسیم کنیم، چهار با چهار خلاص یک. خی دلتا اکس مام مساوی به یک است. مام اینجا این یک نشته میکنم، اف از اکس یک، یعنی دینیمی خودم تابع یک قیمت بر تو، یک قیمت بر تو میشه یک مربع. اف اکس دو، اکس دوی ما قیمتش چند است؟ یک است. یعنی ببخشین، اف اکس یک، اف اکس یک ما صفر است، این قیمت انداختم صفر مربع. اکس دوی ما یک است، یک مربع در خود تابع دیگه قیمت انداختی. جمع اکس سه قیمتش دوست، دو مربع قیمت انداختی. و آخریش سه است که ایجا سه مربع قیمت من دادی. ایره ساده میکنم، یک ضربه خودم و قوس، پس خودتون و قوس است، صفر مربع ما صفر است. اینی قسمت ما چهار میشه، یک جمع چهار جمع نو، یک جمع نو ده، ده جمع یک ما میشه چهارده. خب اینی مساحت که ما اینجا پیدا کردیم از مجموعه زینیمی چهاردانه شکل خوده، ما بالاخره پیدا کردم که ای چهارده است. اینمی چهارده را ما اینمه قدر پیش بینی کدم میتونم اینی جای خودم پس بکنی میکنم. نو وقتر فهمیدن خودت، اینی جا هم دلتا اکس بود، اینی دیگه هم، اینی دیگه هم و اینی آخری هم. ما اینمی چهارده را که اینمی جا پیدا کردم در نتیجه گیری گفتم میتونم که مساحت اصلی از چهارده کده خورد است یا کلان. از چهارده کده مساحت اصلی کلانتر است. به خاطر که چرا؟ از چی خاطر؟ به خاطر که ما میخوایم اینی ساحه را مکمل ما مساحتش پیدا کنم، ولی بر ما ای که پیدا میکنه چی را پیدا میکنه؟ اینی مستطیل کار تنها پیدا میکنه، یا اینی قسمت هایی را که اینه ما هایلایت میکنم اینی ها را بر ما ایلا کده، هیچ اینی ها را محاسبه نکده. از او خاطر که اینی قسمت ها را محاسبه نکده، خیلی از مساحت حقیقی ای چی هسته؟ از حقیقی دورتر است، یعنی حقیقت بر ما محاسبه نکده، چون اینی قسمت ها را ایلا داده ایش نگرفته. آله خو ای از سمت راست نبود، از سمت چپ بود. بیاینم دفعه از سمت راست هم محاسبه میکنیم. سیس از سمت راست چطور محاسبه میکنیم که اینمی عین شکل ما چی میکنم؟ ستره کاری میکنم، چیزایی که در رویش است. ما ام دفعه بیشتر که به او تکنیک تقسیم بندی میکنیم، ام دفعه از سمت راست میایم، از سمت چپ نمیایم. سیس از سمت راست، از سمت راست که خیمه ایم، ما باز هم مستطیلک ها تقسیمات میکنم. سیس ام دفعه شروع ما از این سمت میکنیم، این ای یک دونه مستطیل ما، این دی قسمت دیگه مستطیل ما، باز هم ده پالوی دیگیش که به این شکل می این مستطیل دیگه ما، و به تعقیب از او باز هم یک مستطیل دیگه خواهد داشتم. و یادتان باشه اینیمی نوک بیشتر نوک چپ مستطیلا میخورد، آل نوک راست مستطیلا در خود این گراف میخوره. خب یک دونه دو دونه و یک دونه دیگه هم که ما اینجا پیست میکنم، میارمش اینجا بادم نوک راستش میخوره، این قیق خوردش میکنم. خب ای خو محاسبات ما از سمت چی بود؟ از سمت چپ بود. اینال نوبت میرسه بر محاسبات ما از سمت راست. خیمه اینمی شکل که اینمی جور کردیم، اینمی رو میارم پایان به خاطر محاسبای سمت راست خود. خب باز هم به خاطر محاسبای سمت راست خود من مشابه به مو عمتی یک چیز دارم که من نشته میکنم به خاطر پیدا کردن پیشتر از این نمره گذاری کردیم، ام دفعه ایسو میکنیم یک ای دو ای دیگه سه و اینی آخری دیگه هم چی چهار میشه. خب پس من نشته میکنم اف از اکس یک مساوی است با اینجا اکس پنج منفی از اکس چار شا، اکس پنج منفی اکس چار که در حقیقت اونمو اف اکس یک از دلتا اکس است. اف اکس آ پنج ببخشین، ما یک دادیم اینجا، اف اکس پنج، اف اکس چار از اکس چار منفی اکس سه. سیست باز هم اینی قسمت داره اونه مدارم که این یا هم دلتا اکس است، یا هم دلتا اکس، یا هم اکس و یا آخریش هم اکس. خب اینی جا از اکس پنج اکس چار میرفت در شکل دو، از اکس چار اکس سه میره که من عرضش پیدا بکنم که ای دیگر هم نشته میکنم اف اکس پنج است، ای دیگه اف اکس چار ضرب دلتا اکس است.
ارزای دی مستطیل ها کلشان یکسان است. اف اکس سه است که مربوط شکل سه هم میشه اکس سه منفی اکس دو. تقسیم بندی های خود ما مطابقش پیش میرم. این میشه اف اکس سه از دلتا اکس. مجموعی ریمان خیلی آسان است وقتی که تو تا آخر گوش کنی نتیجه گیری شما ببینی. و در دا آخر دارم ایخا اف اکس سه شد دیگه از تا اف اکس دوست. اف اکس دو اینی جا این ارتفاع ازیست نه این امی مستطیله که اینی جا است ارتفاع ازی اف اکس دوست سهیستا و عرضش هم چی است دلتا اکسش است. خی ما اف اکس دو نوشته میکنم از اکس دو منفی اکس یک اکس دو منفی از اکس یک مثلا میشه با این نوشته میکنم اف از اکس دو ضرب در دلتا اکس. مساحت مجموعی را که ما پیدا بکنیم از آر یعنی رایت از سمت راست من نوشته میکنم که اف اکس پنج دلتا اکس به می ترتیب چارش این یکی که اینجا به دست آوردیم جمع میکنم چهار حصه تقسیم کرده بودم اینجا در بالا گفتم که تصمیم میگیریم به چند حصه تقسیم کنیم چهار حصه اینجا هم دیگه اونم دیگه کار میکنیم چهار دانه رو پس جمع میکنیم از دلتا اکس دلتا اکس اف اکس از سه از دلتا اکس یک تا دو تا سه تا و چهارمی سیمم اف اکس دوی از دلتا اکس. خب یاره باز هم میتونی ای آر ها را به این شکل نوشته بکنی که مجموعهشان از اف از اکس آی جمع یک سیز از دلتا اکس که از چی شروع شد؟ از یک شروع شد الا ان ادامه داشته باشه. اینجا چی بود؟ اف از اکس آی تنها بود ولی اینجا کدش یک واحد چی کردی؟ اضافه کردی. ببین اینجا دو سه چار پنج و اینجا یک دو سه چار یعنی یک یکی سر کلش چی شده اضافه شده اکس یک تبدیل شده این به اکس دو در اینی قسمت اکس دو تبدیل شده به اکس سه یک یکی کلش اکس سه تبدیل شده به اکس چار و اکس چار تبدیل شده به اکس پنج به بی ترتیب ما سمیشنش یا مجموعش تشکیل دادم. خب بر صورت آل پس میریم به سمت محاسبه کردنش از سمت راست با ختم کردن از انمی ثبوت ما میفهمیم که مجموعی ریمان چی هسته. دلتا اکس که من مشترک بگیرم خواد داشتیم اف اکس پنج جمع اف اکس چار به می ترتیب سیش و به می ترتیب دویش سیسته. خواه آل دلتا اکس قیمتش یک است دینیمی جای اکس در خود تابع اکس پنج پردی اکس پنج قیمتش چار است نه سیس این دیگه چار است چار که قیمت پرتون میشه چار مربع دیگه سه را قیمت پرتون میشه سه مربع دو را قیمت پرتون دو مربع و یک پرتون قیمت یک مربع سیسته. خواه آل شانزه جمع نو جمع چار جمع یک ایره که تمام شه محاسبه بکنی شش و چار بیست میشه شانزه و چار بیست بیست میشه سی. خی اینمی سی که ده اینمی جا بدست آمده اینمی عدد سی را که تو اینمی جا کشیدی پیدا کردی از مساحت اصلی که در خورد است یا کلان به خاطر که اگر تو اینجا دقت کرده باشی اینی جش اضافه است اینی جش اضافه است اینی جش اضافه است اینی جش اضافه است اصل تو هدف داشتی که اینی پایانه که نه پیدا کنی ولی وقت مستطیلا را از سمت راست چیندی اینجا اضافه آمد مساحتت خیلی پس اینیمی سی باید از مساحت اصلی کرده چی تر باشه زیادتر باشه. در حالت قبلی که از سمت چپ شروع میکردیم ای از مساحت چی بود؟ از مساحت اصلی کرده ای باید سی چی از زیاد است ولی در اینجا که پیدا کرده بودی از مساحت اصلی کرده چی تر بود؟ زیادتر بود. خیلی پیشتر ای قسمت نبود کمتر بود ولی حال چی از زیادتر است. بخاطر وضاحت بیشتر اینجا سلکو مساحت ما از مساحت اصلی کرده کمتر بود اینی قسمت ها را چون ده حساب نمیمد از او خاطر مساحت اصلی ما زیاد بود از چارده کرده ده ایجا چون اضافه است از او خاطر مساحت اصلی ما از سی کرده خورد ما. خیلی ما یک نتیجه گیری اینجا میکنم نشته میکنم که مساحت اصلی ما از سی کرده خورد تر مساحت اصلی از سی کرده خورتر ولی از این چارده که اینجا پیدا کردیم از این کرده چی تر است؟ کلان تر است. اینمی یک نتیجه گیری ما و شما کردیم. خب آل خواه اینجا یک موضوع دیگه اینجا بحث میشه چطور بکنیم که ما مساحت اصل پیدا بکنیم؟ ما نمیخوایم که اینجا تخمینی کار بکنیم سیز
خب دی حالت که حساب کردیم خواه از سمت راست حساب کردیم سیس، اگر بریم ده حالت دیگه از سمت چپ حساب بکنیم ایده چطور بکنیم سیس؟ از سمت راست چپ حساب کردیم، از سمت راست اگر حساب بکنیم خواه این اضافه مه خیرهای حل چیز مهم نیست، از سمت راست حساب میکنی یا از سمت چپ حساب میکنی هیچ مشکل نیست، یا از وسط حساب میکنی یا هم یک راه دیگه وجود داره هیچ مهم نیست ای، ولی مهم چی است که نمی تعداد از این مستطیلک ها اگر زیاد شوه یک وقت میشه که ما خب فعلا پیشترا 4 دانه چیز کرده بودیم، تقسیمات کرده بودیم، محاسبه کردیم، اگر تعداد از نمی مستطیلک ها را تو زیاد بسازی 6 دانه، 7 دانه، 8 دانه، 9 دانه، 10 دانه، اینم تو پیش بری ببینید متوجه شو اونم جایی که بیشتر در 4 دانه بود نه اینی خالی گاگه که وقتی که تعداد مستطیلا را یا شکلای که تقسیم میکنی را زیاد بکنی اونمو جایی که زیاد بود اونمو رفع میشه نه، ببین بیاین فرض بکنین اینی میره من 25 دانه میسازم یا بیاین میره من 40 دانه جور میکنم، میبینی که اونمو فضای خالی را چی میکنه پوره میکنه، یا مثلا من 50 دانه میسازم ایره فرض بکو 50 دانه ساختی چقدر خوبش آمد، اگر 100 دانه بسازی بیخی هم خالیگاه را پر کرد، 100 دانه را مانده ایره به بی‌نهایت دانه برسانی بیخی نزدیک میشه، مهم نیست که تو از راست شروع میکنی از چپ شروع میکنی، ببینین اگر از راست هم شروع بکنم ما تعداد از زیاد بسازم، ببینین فرض مثال ما تعداد به 100 دانه تقسیم بکنم، ببینین از راست میری از چپ میری هر قدر تعداد زیاد شد این 1000 دانه تقسیم کردم، بیبی که همون قسمت مشخص مستقیم بر من مساحتش پیدا میکنه، خیال ما یک کار میکنیم مساحت اصلی خردتر است یا بزرگتر است در میان قرار داره، اینی فرمول سمت که به خاطر چپ نشته کرده بودیم ما اینی رو میارم اینی طرف چون این فرمول سمت چپ است ما هم در سمت چپ میمانمش و اینی فرمول هم فرمول سمت راست بود این رو ما در سمت راست میمانم، از لحاظ ریاضی که بیاین دیگه حالا گپ میزنیم از لحاظ عددی نه، مساحت اصلی خدا ما نامش ای میمانم اینمی ای ما بین از اینمی دو دانه قیمت خواد بود سایست بین از دو دانه است، ما یک کار دیگه میکنیم ما پیشتر بر تو در شکل نشان دادم فعلا خود من به 4 دانه تقسیم کرده بودم، بیا که اینمی اناره من 4 بسازم، من به 4 دانه تقسیم کرده بودم سایست، بیاین اینمی رو به 4 دانه تقسیم کرده بودیم حالا یک کار میکنیم که اینمی این دانه تقسیم که کرده بودیم که 4 دانه بود بیشتر اینجا ما بر تو نشانی کرده بودم که 4 دانه اینمی رو به 4 دانه تقسیم نمیکنیم به بی نهایت دانه تقسیم میکنیم سایست، از او خاطر ما از دو طرف لمت میگیرم که اینمی تعداد اینمی این تعداد ما بود نه تعداد حصه های ما بود به بی نهایت دانه برسه و این طرف هم لمت ما این ما به چی برسه؟ به بی نهایت دانه برسه، این سون هم که به بی نهایت دانه برسه او سون هم به بی نهایت دانه برسه، قسمی که اینجا در شکل دیدینه اگر به 4 حصه تقسیم میکردی این تو بود، اگر به فرزن به 1000 حصه تقسیم می به یک حصه تقسیم میکردی ایتو به 2 ایتو به 3 ایتو 5 ایتو 10 ایتو، اگر دیده به بی نهایت حصه تقسیم بکنی بسیار یک عدد کلان اونموجی را فکس برای ما شما مساحت اصلی را میتنی، خیلی وقتی که از اینا لمت بگیری از یا لمت بگیری این مساحت اصلی تو اینا کده یکی دیگه دیگه آل چی میشن وقتی که لمت گیرستی اینا کده یکی دیگه مساوی میشن دو طرف کده یکی دیگه مساوی شد، خیلی ما از اینجا یک نتیجه گیری دیگه نشته کرده میتونم که مساحت اصلی ما یا ایما مساوی از به لمت که انش تقرب به لایتنه کنه از مجموعه ان که شروع از یک شده از اف از اکس آی از دلتا اکس مهم نیست از سمت راست میری اکس منفی یک دش مثبت یک دش نشته بکنم دلتا سمت چپ میری که آی تنها نشته کردیم اینمی مساوی خواد شد به چی؟ به مساحت اصلی یا نشته کنم مساحت اصلی که ایره چی کردن اینمی دانشمندا گفتن که اینمی مساوی به حالت است که خود تابع را نامش اف اکس بگویی اینی دلتا اکس دی از اکس بگویی که اینی طول امو مستطیل است اینی اف اکس طولش است و اینی دی اکس هم اینی دی اکس هم اونم عرضش است که بسیار تعدادش زیاد است که عرضش خیلی خرد شده از ای الا بی اینی میره به نام انتگرال چی یاد کردن؟ انتگرال معین یاد کردن سیست خیلی آل بادزی
ما فهمیدیم که به بنهایت تقسیم کنی به این میرسی که این مساوی بین تی یک چیز است. اینی فرمول به حساب توسط دانشمندا چی شد؟ ثبوت شد. خی اینمی انتگرال علامه دیگه و دیگه فهمیدی که اف اکس خودمو ارتفاع است، دلتا اکس اونمو دی اکس است که عرض همو مستطیل است. اینی علامه از کجا شده؟ مجموعه. مجموعه را در انگلیسی سم میگن. سم اینی حرف اس شا گرفتن ایسو آوردن از ایسون هم کشش کردن از ایسون هم کشش کردن اینمی اس این تو دراز شد اونو علامه انتگرال از اینی قسمت حاصل شده. خی حالی که انتگرال برامد بر ما کمک میکنه که مساحت اصلی و دقیق از زمین را پیدا بکنیم. خی حالی که بخوایم مساحت اصلی و دقیق از زمین را پیدا بکنیم چی کار میکنیم؟ تابع ما خودش چی بود؟ x مربع بود نه؟ بیا با استفاده از این چیزی که اینجا داری از اینمی استفاده بکن. مساحت اصلی را ما میخوایم پیدا بکنم. a اصلی را مساوی است به گفته انتگرال بی از سرحد پایان الی سرحد بالا. از ما سرحد پایان ما صفر بود در اینجا اگر دقت کرده باشی و سرحد بالای ما که مدینی محدوده باش که چیزای اضافه خدا پاک کنم من میخواستم و سرحد پایان ما چی بود؟ 4 بود پایان ما صفر بود. من میخواستم در اینی محدوده من مساحت پیدا بکنم. از اونمو تابع چی کو گفته انتگرال بی ما هم خیلی نشته میکنم از صفر الا 4 از خود تابع انتگرال میگیریم که خود تابع اکس مربع است نظر و دی از اکس. خب مساحت اصلی را من دنبالش هستم پیدا بکنم. خب پس من نشته میکنم که ایما مساویز به از این انتگرال میگیرم. انتگرال زیر در خیر من خواندی اکس به توان 3 بر 3 نشته میکنم. اینال اینجا جمع سی نداری فقط سرحد است 0 4. خب 0 4 اینجا تفاوت انتگرال نامعین معین پیدا میشه که نامعین اونمو تو این قسمت بیخی انتگرال نامعین بود. از این قسمت باز سرحد بالا را قیمت بر تو منفی کو از سرحد پایان. انال خودمی تابع ما اکس به توان 3 بر 3 است دش 4 قیمت بر تو منفی بکو 0 قیمت بر تو. خی 4 در جای از این قیمت من دادم 4 به توان 3 منفی شوه از سرحد پایانی. سرحد بالا منفی سرحد پایانی که نشته میکنم 0 به توان 3 بر 3. اینمی عدد افاده را قیمت شد پیدا کن مساحت اصلی را بر تو میده. خب اینی قسمت خود 4 بدم میشه 64 بر 3 منفی اینی قسمت 0 است 0 تقسیم 3 پس خود 0 در نتیجه 64 بر 3 برامد کیرام ساده بکنیم میشه 21.3. خب بالاخره ما پیدا کردم که اینی مساحت اصلی و دقیق ما که به میلیارد ها و میلیون ها و به نهایت 100 تقسیم شد 21.3 است. خب اینه بر ما امی مجموع ریمان بر ما ثبوت کرد که انتگرال ها بر ما اینمی قدرت میده که مساحت زیر یک منحنی را در پیدا بکنیم در صورت خود تابع بر ما باشه و یا سر سرحد و آخر سرحد میتونیم پیدا بکنیم. خب مجموع ریمان اینمی چیزه که اینجا میبینی اینی چی است؟ به نام مجموع ریمان یاد میشه. مجموعه ریمان یا ریمان سم میگنشه و اینی دیگه هم اینی که تو میبینی ای عبارت از چی است؟ انتگرال معین است که فقط معین نامعین عین گپ هستن. تفاوتشون اینه میست که وقتی انتگرال گرفتی در معین سرحدار در خودمون تابع قیمت مندازی از یکی دیگه تفریق میکنی. خی اینه میقدر موضوع اینجا بفهمیم و یک کم دیگه هم اگر توضیحات بتم ایما یا مجموعه ریمان ما مساوی است به f از x dx از ای که انتگرال میگیری ایجا f x بدست نه باز ای ره سرحدا را ازش چی میکنی؟ اتو تفریق میکنی سرحد بالایی منفی سرحد پایانی. امید که مفهوم زیر درک کرده باشین. باقی در سارا انشالله در ویدیوهای بعدی کار میکنیم و فعلا اینما قدر فهمیدین که یکی از استفاده های انتگرال ها پیدا کردن مساحت اشکال نامنظم است.